با سلام خدمت همراهان گرامی، مهمترین خبرهای سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران در روز شنبه 19 خرداد ماه 1397 را از نب زندان نب اعدام می شنوید. معصومه محمدی 23 ساله دانشجو و از شهروندان فریدون کنار که در جریان تظاهرات سراسری دیماه 96 دستگیر شده بود به 6 سال زندان محکوم شد. معصومه محمدی همکنون در زندان بابل محبوس است و از اتهامات دیگر وی اطلاعی در دست نیست. اخبار رسید از زندان مرکزی ارومیه حاکی از افزایش فشار بر زندانیان سیاسی و محروم کردن آنها از حداقل امکانات بهداشتی است. مسئولین زندان ارومیه از تأمین وسایل بهداشتی برای زندانیان سیاسی خودداری می کنند و آنها را مجبور کردند که با هزینه شخصی وسایل بهداشتی را برای خود تهیه نمایند. همچنین بند زندانیان سیاسی به دستور مسئولین زندان ارومیه از دسترسی به تلویزیون و مطبوعات محروم است. بر اساس همین گزارش، حتی به زندانیان سیاسی اجازه داده نشده که با هزینه شخصی خود تلویزیون بخرند. شامگاه پنجشنبه 17 خرداد ماه، نیروها و ماموران انتظامی و مرزی سه کولبر را بازداشت و اموال آنها را ضبط کردند. سه کولبر بازداشت شده دو برادر به نامهای اسماعیل و محمد پورسعید و عبدالله رسول نژاد اهل روستای جلدیان از توابع پیرانشهر هستند. اموال این کولبران شامل 10 رأس اسب و اجناس دیگر بوده که توسط عوامل حاکمیت به غارت و چپاول رفته است. دستگاه قضایی نظام ولایت فقیه در یک اقدام غیرقانونی و برای اعمال محدودیت‌های هرچه بیشتر بر زندانیان سیاسی، امنیتی، وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی برای وکلای مستقل را ممنوع اعلام کرد. قوه قضایی فهرستی شامل 20 وکیل مورد اعتماد حکومت را که به تایید صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی رسیده است در اختیار مراجع قضایی تهران گذاشته که بر اساس آن تنها وکلای مذکور اجازه بر عهده گرفتن پرونده های امنیتی و سیاسی را دارند. اعضای هیئت مدیره کانون وکلا در زمان تصویب به این تبصره اعتراض کرده و آن را غیرقانونی دانستند. حسن تردست صادر کننده حکم قصاص در 800 پرونده از جمله پرونده ریحانه جباری یکی از وکلای تایید شده قوه قضایی است. عبدالرضا محبتی یکی از دیگر وکلای این فهرست سال 88 نماینده سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در دادگاه دست جمعی فعالین سیاسی و بازداشت شدگان اعتراضات به انتخابات بود. محمد ساعدی از دیگر افراد این لیست در فهرست حامیان ابراهیم رئیسی از اعضای هیئت مرگ در جریان قتل عام و کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 در انتخابات ریاست جمهوری 96 بود. اوقات خوشی رو برای همه شما آرزو می‌کنیم. خدا نگهدارتون.